سپاسگزارم از خانم مولوی عزیز که برای اولین بار در شهر تورنتو در برنامه کتاب ماه تورنتو به هنر تجسمی ایران پرداخته. و این گله است که البته من همیشه داشتم و دارم و شاید احتمالاً بازم خواهم داشت و اینکه در شهری مثل تورنتو با یک کامیونیتی ایرانی فرهیخته که به باور من و به باور خیلی های دیگه بهترین هستند در ایرانیان خارج از کشور، چطور میشه که هنر تجسمی مقفول واقع میشه و هیچ نوع حرکتی و هیچ نوع بحثی گفتگویی در این زمینه وجود نداره؟ که البته خب این حالا دلایل بسیار زیاد داره که من فعلا جاش نیست اینجا که بهش بپردازم. علت حضور من در این برنامه نه به عنوان یک کارشناس فرش و بافته های عشایری ایرانه که البته عاشقانه اونا رو دوست داشتم، یه عمری خودم هم همیشه در خونم از این بافته ها استفاده کردم و افتخار میکردم که در خونه من گبه و گلیم و جاجیم و خیلی چیزهای دیگه بافته های عشایری ایران وجود داره. و ولی علل اصلی حضور من در این برنامه در حقیقت آشنایی و نزدیکی، یه چیزی نزدیک بیش از 50 ساله با پریز تناولی عزیز که به هر حال به مقدار زیادی در حیطه هنر معاصر ایران در بسیاری از جاها با هم همکاری داشتیم، با هم بودیم و از وجود پرویز تناولی من همیشه لذت بردم به خاطر شخصیتش، به خاطر نگاهش به هنر ایران و حساسیتی که نسبت به فرهنگ ایران داره، همیشه قابل احترام بوده برای من. پرویز تناولی اثرگذارترین هنرمند جنبش نوگرای ایرانه که مخصوصا در زمینه مجسمه‌سازی که تونسته اثرات بسیار زیادی رو بر جامعه هنری ما داشته باشه. من امشب صحبتام رو به دو قسمت تقسیم کردم. قسمت اول تناولی مجسمه ساز و قسمت دوم تناولی پژوهشگر و مؤلف یک سری کتاب‌های بسیار درجه یک. و بدون تردید قبل از اینکه ما به هر دوی این جنبه‌ها بپردازیم، یک بیوگرافی خلاصه و ساده از پرویز تناولی باید بدم، برای اینکه بسیاری از دوستان ممکن است که با بیوگرافی تناولی زیاد آشنایی نداشته باشید و ندانید که از کجا شروع کرده و چگونه شروع کرده. این رو خیلی خلاصه من بهش خواهم پرداخت. پرویز تناولی در سوم فروردین 1316، ایشون یک سال از من جوان‌ترن، خوشبختانه، در محله دروازه شبرون تهران متولد شد. در نوجوانی عاشق موسیقی بود و ویولون رو خیلی دوست داشت. پیش استادانی مثل استاد نیکنواز و ابوالحسن صبا شروع کرد به کار کردن و تمرین ویولون. در دبیرستان ادیب هم تحصیل میکرد همزمان. و یک خیلی کار جالبی که کرده پرویز تناولی در نوجوانیش، ساختن یک ماسک از صورت ابوالحسن صبا است که الان اون ماسک در موزه صبا در تهران وجود داره و همونجا نشان داد آینده پرویز تناولی رو که به چه سمتی خواهد رفت. بعد از اون به هنرستان کمالالملک رفت و در هنرستان هنرهای زیبا 3 سال دوره مجسمه‌سازی رو گذروند و با پولی که جمع کرده بود از تدریس موسیقی و ویولون، با اون پول رفت به ایتالیا برای ادامه تحصیل در رشته مجسمه‌سازی. ایشون به آکادمی بررا در ایتالیا رفت و در نزد مارینو مارینی که از مجسمه‌سازان بزرگ معاصر ایتالیا است شروع کرد به کار کردن و با درجه بسیار ممتاز فارغ التحصیل شد و
به ایران برگشت. درست همزمان با برگشتنش آتلیه کبود رو راه انداخت. آتلیه کبود در حقیقت جایی بود که تناولی برای خودش باید یه جایی می داشت برای کار کردنش، ولی خب چون وضعیت مالی خوبی هم نداشت در اولی ورودش به ایران، اداره فرهنگ و هنر اون زمان یک پولی بهش داد به نام حق آتلیه که اون موقع به هنرمندان می دادن، بنده هم یه جزئی می گرفتن که البته این جزئی الان جزئی، ولی اون موقع بسیار مهم بود برای ما. و اون آتلیه کبود در حقیقت سکوی پرش پرویز تناولی بود به دنیای هنر، هنر مجسمه سازی ایران، که بعدا خواهیم دید که اونجا مرکز رفت آمد هنرمندان شد و نمایشگاه های کار خودش رو میگذاشت و بعضی وقت از هنرمندان دیگه هم نمایشگاه ترتیب میداد و جریان سقاخانه در حقیقت از همون آتلیه کبود شروع شد و ادامه پیدا کرد. مجموعه مجسمه های هیچ تناولی که معروفترین مجسمه های اون هست، که در مورد این که چرا اصلا به کلمه هیچ پرداخت و هیچ چه جایگاهی در تفکر تناولی داشت، حالا بعدا من صحبت های خواهم کرد، ولی مجسمه هایی به نام قفل و قفس، دست‌ها، ساغر ایستاده و پرسپولیس که حتماً به گوش شما خورده. این مجسمه پرسپولیس مجسمه بود که در حراج کریستی در دبی برای اولین بار به قیمت 2,841,000 دلار به فروش رسید و اولین بار بود که رکورد فروش آثار هنری ایرانی در آکشن کریستیز بود و باعث معروفیت خیلی خیلی بیشتر تناولی شد. 13 تومه از مجسمه های دیگه ایشون در موزه های هنر مدرن در وین و نیویورک، 14 تومجسمه از آثارش در شیراز، اصفهان، نصب در جاهای مختلف، در دانشگاه شیراز، در میدان های شیراز، در پارک المپیک در کره و انستیتو مینیاپولیس در امریکا، لندن و داکار مجسمه های تناولی به چشم میخوره. حالا باید بپردازیم به نقش پرویز تناولی در جنبش نوگرایی در هنر نقاشی و مجسمه سازی ایران، که نقش تناولی رو من به دو گونه بررسی میکنم. یکی این که ایشون کسی بود که بهره‌گیری آگاهانه از عناصر سنتی در حیطه هنرهای تصویری و شعر و ادبیات غنی ایران را آغاز کرد. این بحث رو ما همیشه در هنر معاصرمون داشتیم از ابتدای این 92 سالی که ما تاریخ هنر تجسمی داریم در ایران. میدونید که ما در از 1300 شمسی در حقیقت نگاه به دنیای غرب و آغاز مدرنیسم در هنر معاصر ایرانی. در این 93 سال همیشه این بحث در حیطه هنر ما بوده که هویت ایرانی در آثار هنرمندان ایرانی که نگاهی به دنیای غرب داشتن در کجا قرار میگیره؟ آیا اصلا لازم هست که یک هنرمند از آثارش هویتش تعیین بشه؟ اصلا لازمه یا نه؟ و اگر لازم هست چگونه بایستی که هنرمند به هویت خودش و سنت‌های خودش نگاه بکنه؟ این مسئله همیشه ما باش درگیر بودیم. دومین بخشی که به نظر من بسیار اعتبار داره در رفتار هنری پرویز تناولی، آگاهی هایی است که از مؤلفه های هنر مدرن داره و هنر مدرن را با سنت ها و موتیف ها و نقش های عامیانه ایران با هم تلفیق میکنه. این کار بسیار بسیار سختی است و کار بسیار مشکلی است، یعنی هر کسی قادر نخواهد بود که این کار را انجام بده، مگر اینکه آدم فرهیخته‌ای باشه، آگاه به سنت های ایران باشه، آگاه به زبان هنر بین المللی باشه و اونگاه میتونه در حقیقت بپردازه به نگاه کردن و بازنگری به سنت ها.
بد نیست که من یه مختصری راجع به این که اصلا سنت چیست که ما باید بهش بپردازیم. این هویت گرایی در هنر که ما از سال دهه 40 شروع میشه در حقیقت با آغاز مکتب سقاخانه یا مکتب که اسمشو نمیتونیم بذاریم، برای اینکه مکتب دارای تعریفی است که این حرکت میتونم اسمشو بذارم حرکت سقاخانه. این حرکت سقاخانه از دهه اول سال اول 1340 شروع میشه و در اونجا یک گروه از هنرمندان ما تلاش داشتن به اینکه ضمن اینکه نگاه میکنن به دنیای غرب و تکنیک‌های غربی رو می‌گیرن و تحت تأثیر پدیده‌های نو در دنیای غرب قرار می‌گیرن، ضمناً به این مسئله فکر می‌کنن که خب به هر حال من ایرانی چگونه بایستی که ایرانی بودنم و هویت من، هویت ملی من از طریق اثر هنریم دیده بشه. اینجا آغاز در حقیقت کاری است که پرویز تناولی به عنوان بنیانگذار این حرکت به اتفاق حسین زندرودی این حرکت رو آغاز میکنه. خود پرویز تناولی تعریف میکرد، میگفت که درست در همون 1340 بود که یه روزی من و حسین زندرودی تصمیم گرفتیم بریم به شاه عبدالعظیم، چون همیشه میرفتن. به قول تناولی میگفت که شاه عبدالعظیم در حقیقت یک تفرجگاهی بود برای ما که همیشه تو ذهن ما این بود که دنبال عناصر و نقش‌ها و موتیف‌های ایرانی میگشتیم که یه جوری ما اینا رو تو کارمون ارائه بدیم که وقتی کار ما رو هر کس میبینه احساس بکنه که این یک نقاش ایرانیه. میگه ما رفتیم به شاه عبدالعظیم و در بازار اونجا چشممون افتاد به یک سری پوسترهای کوچیک که با رنگ‌های بسیار شاد و خطوط فارسی نستعلیق که اسم ائمه اطهار رو نوشته بودن، الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و یک سری موتیف‌های اسلامی که با هم ترکیب شده بود. میگفت چقدر ما دوست خوشمون اومد، هر دومون یکی یه دونه از این کارا خریدیم و با خودمون آوردیم تهران. تناولی میگه بعد از چند ماه من دیدم که حسین زندرودی شروع کرده و تحت تأثیر این پوسترها یه سری کار کرده که اولین کارش در حقیقت اولین کار زندرودی یک سر بریده است که طراحی کرده خیلی نئیو و خیلی بچگانه که در حقیقت نشانه شهادت امام حسینه که میگن سرشو بریدن و این حرفا. بعد کل این کار سرشار از خط فارسیه، خط ریز فارسی که البته هیچ نوع مفهومی هم این کارا نداشت. این خطا حتی بعض وقتا حسین زندرودی خودش میگفت که من ببخشید یه جایی هم یه سری حرفای بد و بیرا زدم، ریز نوشتم و کسی هم نفهمیده که خود این داستان من یه دفعه در سخنرانیم در اینجا اینم مطرح کردم که آل احمد یکی از کسانی بود که به شدت مخالفت میکرد با حرکت خط در نقاشی و مخصوصا زندرودی رو در یک به اصطلاح نمایشگاهی پریده بود بهش که تو حق نداری که ادبیات رو اینقدر سخیف بکنی که بیایی برای پر کردن فضاهای خالی تابلو از ادبیات استفاده بکنی. خب آل احمد در جایگاهی بود که به هر حال دیدگاه خودش رو داشت و میخوام بگم بهتون که این جریان پرداختن به سنت ها و مخصوصا نقاشی خط که یکی از شاخه های سقاخانه است مخالفان زیادی داشت، از جمله بسیاری از نویسندگان و ادبا که به همین دلیل حساس بودند به اینکه آقا خط فارسی رو شما انقدر باید بهش اهمیت بدید، نه برای اینکه فقط سفر پر کنید. خب پرداختن به سنت، حالا اینجا من یه گریزی میزنم به اینکه خب حالا ما این سنت چیه؟
بی تردید بخشی از فرهنگ جوامع انسانی را سنت ها و آیین های آن تشکیل می دهد. این طبیعیه، هر ملتی دارای یک پیشینه است، تاریخی است که ما اسمش رو سنت می ذاریم. سنت ها در زمان خودشون پیشرو هستند، up to date هستند، ولی وقتی که زمان ازشون می ذارن ما اسمش رو سنت می ذاریم، ولی وجود دارن. سنت ها به مثابه ریشه های فرهنگی هر قوم و ملتی همواره قابل احترام و بازنگری است. حالا باید ببینیم که این ریشه های فرهنگی که از اونها ما به نام سنت یاد میکنیم چگونند. سنت عبارت از شیوه های رفتاری، سلیقه ها و باورهایی که در از نسلی به نسل دیگر به عنوان بخشی از فرهنگ انتقال می‌یابد. سنت زمانی سنت نامیده می‌شود که بر آن زمان می‌گذرد. به عبارت دیگر سنت سلیقه ها و باورهای نسل های گذشته است که هرگز نمی‌میرد و قابلیت انتقال به نسل های بعدی را دارد. بی تردید بخشی از هویت انسان نشأت گرفته از تاریخ و گذشته اوست. خب حالا ما چگونه بایستی به سنت ها بپردازیم؟ نحوه یا چگونگی بازنگری به سنت به عقیده من بسیار بسیار اهمیت داره. من خودم همیشه به این باور رسیدم که سنت ها دو گونه‌اند. یکی سنت هایی که جنبه پویا دارن، یکی سنت هایی که جنبه ایستا دارن. سنت های ایستا از اسمش پیداست، بی تحرکن، بوی ناگرفتن، تاریخ مصرفشون به پایان رسیده، احتیاجی به مثال زدن هم نداریم، همه ما میشناسیمشون. سنت هایی که قابلیت امروزی شدن ندارن، قابلیت اینکه برای مردم زمانه ما قابل استفاده باشن و راه گشا باشن نیست، ندارن. اما سنت های پویا سنت های هستند مثل یک آتش زیر خاکستر که این سنت ها قابلیت این رو دارن که اگر هنرمند فرهیخته ای، من اینجا تأکید میکنم، قبلا هم اشاره کردم که هر کسی هم قادر نیست که به ژرفای سنت فرو بره و اون رو کشف بکنه و اون رو قابلیت امروزی شدن بهش بده. اون هنرمند فرهیخته کسی است که قادر خواهد بود که به سنت‌های پویا دسترسی پیدا کنه و از اونها هنری بیافریند امروزی که قابلیت استفاده برای مردم زمانه رو داشته باشه. که البته اینجا ما یک پرانتز باز می‌کنیم، این رو یک نقبی می‌زنیم به مسئله پست مدرنیسم، که پست مدرنیسم در حقیقت همین کار رو کرد. پست مدرنیسم در حقیقت زائیده تفکر یک سری هنرمندان سردمداران مدرنیسم بود که در اواسط دهه 60 میلادی آمدند و بر علیه قواعد و قوانین مدرنیسم قیام کردند و با این شعار که مدرنیسم آمد و بسیاری از سنت‌های خوبی را که قابلیت امروزی داشتن اونا رو همه رو زیر پا گذاشت و نابود کرد برای اینکه خودش رو مطرح بکنه. و همون سردمداران مدرنیسم بودن که پست مدرنیسم رو ارائه دادن و پست مدرنیسم به طور خیلی خلاصه و ساده نگاهی دارد به همین سنت‌های گذشته ولی با نگاه امروزی، ولی با عینک مدرنیسم. خب در حقیقت پرداختن به سنت ها توسط هنرمند در دهه 40 که اتفاقی بود که در حقیقت حرکت سقاخانه افتاد، این به عقیده من یک نوع نگاه پست مدرنیستی بوده که متاسفانه البته به جایی نرسید، که البته دلایلش رو هم بنده خواهم گفت. حرکت سقاخانه همطور که خدمتون عرض کردم
که تناولی یکی از پایه‌گذاران بسیار مهمه و یکی از خصوصیات پرویز تناولی که از ابتدای جوانی تمام ذهن و روحش رو گرفته بود این بود که من اگر به دنیای غرب نگاه میکنم و اگر تکنیک های غربی را میگیرم نه برای این است که غربی باقی بمانم، برای این است که وسیله‌ای در اختیار من قرار داده بشه که بتوانم سنت های خودمون رو و نقوش تزئینی و موتیف های عامیانه خودمون رو، موتیف های بومی خودمون رو که بسیار بهش اعتقاد داشت، اینها رو به روز بکنه و در حقیقت دسترسی پیدا بکنه به یک هنر با هویت ایرانی. این یکی از خصوصیات مهم تناولی است که در حقیقت نقش تناولی که همین آقای تناولی رو با این نوع نگاه هست که ما بعداً در بخش دوم صحبت های من میبینیم که این موجود حالا میده با این نگاه و با این فلسفه نگاه میکنه به فرش ایران و بافته های عشایری ایران که واقعاً بسیاری از این بافته ها در موزه های دنیا قرار دارن و در ردیف آثار نقاشی مدرن دنیا قرار دارن، بافته هایی که توسط زن های بی سواد عشایری بافته شده که با تمام وجود و با تمام حس و ذهنیات خودشون که تحت تأثیر محیط اطرافشون، تحت تأثیر زندگیشون، رنگ های محیطشون، داستان های پیرامونشون، حتی محیط جغرافیای خودشون قرار گرفتن، اینا رو فی‌البداهه ساختن و شاهکارهایی هستن که در موزه های دنیا نگهداری میشن. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در پیدایش جریان سقاخانه در دهه 40 وجود دانشکده هنرهای تزئینی بود. دانشکده هنرهای تزئینی رو زنده یاد، امیدوارم که در قید حیات باشن الان که دارم این صحبت رو میکنم، تا یکی دو سال پیش که میدونستم که واقعا سرحال بودن، آقای مهندس کاظمی، دقیقا مهندس کاظمی و خود پرویز تناولی و مهندس اسد بهروزان، این سه نفر پایه‌گذاران دانشکده هنرهای تزئینی هستند که وابسته بود این دانشکده به اداره فرهنگ و هنر که آقای پهلوی بود، بعدن هم وزیرش شد. این دانشکده مهندس هوشنگ کاظمی تناولی و اسد بهروزان نقش بسیار مهمی در ایجاد این دانشکده داشتند. این دانشکده تأسیس شد درست به همین خاطر که هنرمندان ایرانی، یعنی دانشجویانی که به اونجا میرن، اینا تو واحدهای درسیشون توجه بسیار زیادی به نقوش تزئینی ایران، نقوش تزئینی و نقوش اسلامی مخصوصا در مکان چیزهای مذهبی، محلهای مذهبی و تمام موتیف هایی رو که به صورت عامیانه در جامعه وجود داره، اینا توجه به این میشد و دانشجویانی که اینجا بودن، 7 نفر از این افرادی که در گروه سقاخانه کار کردن دانشجویان این دانشکده بودن. خب طبیعی است که این دانشکده این افراد رو تربیت کرد و اینا هم از اونجا که آمدن بیرون این ذهنیت رو در خودشون داشتن که در هنرشون بپردازن به مسائل هویت ایرانی و توجه بکنن به فرهنگ تصویری ایران. این افراد کیا بودن؟ این 7 نفر مسعود عربشاهی بود، حسین زنده‌رودی، صادق تبریزی، زنده یاد فرامرز پیلارام، زنده یاد منصور قندریز، زنده یاد متاسفانه جازه طباطبایی و ناصر اویسی، که این 7 نفر بدون اینکه من در یه جای اشاره کردم که نمیتونیم اسم این حرکت رو مکتب بگذاریم،
برای اینکه مکتب باید دارای منیفست باشه. مکتب عبارت است از جریانی که یک عده‌ای با یک منیفست خاص و با یک هماهنگی تکنیکی ایدئولوژیک با هم در هنر کنار هم میشینن و آیین‌نامه به اصطلاح ایدئولوژیک خودشون رو تنظیم میکنن و در اون جهت با همدیگه همراه حرکت میکنن. در حالی که این هفت نفر اینطور نبود. این هفت نفر چون دانشجویان دانشکده تزیینی بودن، اون درس‌ها رو خونده بودن و عاشق این شده بودن که آقا تو کاراشون بپردازن به هنرهای تزیینی ایران، بدون اینکه با هم هم زیاد رابطه داشته باشن. بعد که یک نمایشگاه در سال 1340 از اینا برگذاشته میشه، زنده یاد کریم امامی که از منتقدین به اصطلاح هنر نقاشی ایران بود، میره به اون نمایشگاه و نگاه میکنه، میبینه تمام این آثار نقوشی که درش به کار رفته چقدر شبیه نقوشی است که در سقاخانه ها وجود داره. پرانتز باز میکنم برای جوانایی که نمیدونن سقاخانه چیه. سقاخانه محلهای مذهبی سر راه بود که در گذرها و کوچه های تنگ و باریک تهران و شهرستان ها یک فضای خالی بود که در پشتش جلوش پنجره بود، جلوش شمع روشن میکردن، به این پنجره ها دخیل میبستن و بعد در داخل اون پشت اون پنجره علائم و شمایل حضرت علی و امامان مختلف وجود داشت و پر بود از خط فارسی از مسائل مذهبی. و در کنارش، حالا چرا سقاخانه میگن، علتش این بود که در کنار این محبته که برای شما تشریح کردم یک سنگاب بهش میگفتن، یعنی یک محبته، یک به اصطلاح حجم فلزی که در داخلش آب میریختن و بعدم در زمستانها یخ، تابستانها یخ میریختن که خنک باشه و بعد لیوانهای فلزی بود که بهش زنجیر میبستن که کسی ندزده. آره دیگه، به هر حال طبیعی بود، وصل بود به این که در تابستانها مردم بیان و به یاد تشنگی امام حسین آب خنک بنوشن و اونجا هم یه دخیلی ببندند و یه شمعی نصب کنند و روشن کنند و در حقیقت یک مینی مسجدی بود که اونجا سر راه هر کس برای خودش یه سری میزد بهش. اینو بهش میگفتن سقاخانه. کریم امامی نگاه کردید که این آثار پر است از این نقوش، پنجه حضرت ابوالفضل در داخل جام، اونایی که سن منو دارن میشناسن خوب، علم و کتل و علاماتی که توی تعزیه ها حرکت میکرد و میذاشتن اینجاشون، قلدرا اینا رو میبردن بالا و نگه میداشتن و پرچم های مذهبی و تلسم و دعا و انواع و اقسام از این موتیف ها، اینا همش مخصوص این سقاخانه بود که ما میبینیم که کریم امامی به خوبی دریافته بود که اینا خیلی به دنبال موتیف های سقاخانه هستن و اسم این جریان رو گذاشت سقاخانه. که البته خدمتون عرض کنم که نه امروز، که بعد از یکی دو سال همه هفت نفر وقتی باشون صحبت میکردیم که آقا شما جز جریان سقاخانه اید، میگفتن آقا سقاخانه چیه؟ حتی خود زندرودی، من یه جمله دارم ازش که میگه که این سقاخانه اصلا یعنی چی؟ ما هر که کاری میکردیم این نقشی ایجاد کردیم و من هر روز یه کاری میکنم، من به جای وابسته نیستم. و بعد از سالها که دیگه الان دوستانی هم که الان در قید حیات هستن، مخصوصا عربشاهی دوست عزیز من، که اگه بهش بگی سقاخانه خیلی هم ناراحت میشه و برای اینکه واقعا هم نبود. تو این هفت نفر جازه طباطبایی و ناصر اویسی در حقیقت جزء سقاخانه نبودن، جزء اون دانشجویان تزیینی هم نبودن. عربشاهی هم که خودشون جزء اصلی ترین پایه های این حرکت سقاخانه، تناولی بود و زنده رودی، که البته منصور قنزیز هم واقعا که زود از بین رفت در یک تصادف، او هم کارهای بسیار زیبایی انجام داد در این زمینه. به هر حال این جریان سقاخانه رو نمیتونیم اسمشو مکتب بذاریم، ولی یک جریانی بود که اثرگذار بود و راه رو باز کرد برای
آیندگان. این راه چی بود؟ که هنرمندان بدانن که می شود به موتیف های سنتی برگشت، می شود به فرهنگ گذشته ایرانی بازنگری داشت. و البته بنده اینجا در باور خودم بحثای زیادی دارم که پرداختن به هویت الزاماً پرداختن به یک سری موتیف ها و شکل های ظاهری نیست. هویت یک حرکت زیربنایی است، نه روبنایی. متاسفانه در مخصوصا نقاشی معاصر ما از بعد از حرکت سقاخانه در دست بسیار از نقاشان ما به غلط به اون جنبه های ایستای سنت پرداختن، نه پویایان. یعنی یک سری موتیف های پیش با افتاده دستمالی شده که حالا اسم موتیف ها رو نمیبرم چون ممکنه بعضی حساسیت داشته باشن نسبت بهش، اما این موتیف ها رو در گوشه و کنار تابلوهاشون، کاراشون، مجسمه هاشون میگذاشتن برای اینکه فقط بگن که ما ایرانی هستیم، در حالی که واقعا هویت شکل ظاهری نداره. هویت، من معتقدم که اگر هنرمندی آگاه به سنت ها و تاریخ خودش باشه و میراث های خودش رو بشناسه و گذشته ایران را آگاه باشه بهش و زبان هنر رو هم بفهمه، زبان هنر امروز رو، هر کاری که بکنه دارای هویت ملی خودشه. این مثال من همیشه زدم که ژاپنیا، بنده رفتم در موزه نیویورک، در آر مدرن نیویورک، در یک طبقه وارد یک اتاق بزرگ شدم، دیدم کارهای بسیار بزرگ مدرن، بسیار مدرن اونجاست. یک لحظه که نگاه کردم احساس کردم اینا باید ژاپنی باشن همشون. رفتم زیر، همه رو نگاه کردم، همشون ژاپنی بودن. از کجا من فهمیدم که اینا باید ژاپنی باشن، در حالی که هیچ موتیفی از هنرهای سنتی ژاپن در اینجا وجود نداشت. اونها، شما میدونید فلسفه زن در ژاپن جزء حیات یک ژاپنیه. فلسفه زن که یک بخش مهمش خلع، یعنی در فضاهای خالی است در هنر تجسمی، یعنی معتقده که فضاهای خالی بیش از فضاهای پر حرف برای گفتن داره و این داستان بسیار مهمیه در مسئله زن. و من نگاه کردم دیدم این کارهای به این عظمت و به این بزرگی انقدر فضای خالی داره، فقط یک جاهای لکه های با رنگ های ابسترکت بسیار زیبا ارائه داده. من فهمیدم اینا به فلسفه زن پرداختن. هویت یه چیزی نیست که ما با یک موتیف، با یک نقش بخوایم خودمون رو با هویت نشون بدیم. میپردازم به بخش دوم صحبت های خودم و اون تناولی پژوهشگر و مؤلف. همونطور که گفتم اون تناولی که آنگونه به سنت ها نگاه کرد و آنگونه به هنر عامیانه ایران عشق ورزیده که در تمام طول 50 و خورده سال واقعا من از نزدیک شاهد بودم که تناولی، من عکسایی دارم ازش، شاید توی اینترنتم بعضی وقتا دیدم، من که چگونه در این دهات ایران و در عشایر ایران در بین روستاییان شب و روزشو گذرونده، با اونها زندگی کرده، تحقیقات میدانی، تحقیقات کتابخانه‌ای، انواع و اقسام تحقیقات رو انجام داده، عاشقانه به دنبال کشف هنر در دست عشایر ایران بوده. و این کتاب‌ها که تعدادش هم به قول دوست عزیزم بیش از 25 تا هم هست، نتیجه یک عمر پژوهش پرویز تناولیه. نقش پرویز تناولی در آگاه کردن و روشنگری در هنر ایران بسیار بسیار بالاست. به جرأت میتونم بگم ما نداریم در این تاریخ 93 ساله هنر معاصر ایران کسی که مثل تناولی پرداخته باشه عمیقاً به
هنرهای سنتی ایران و هنرهای بومی ایران، مخصوصا هنرهای بومی ایران و به ویژه در بخش بافته‌های ایرانی. یکی از کتاب‌های مهم تناولی کتابی است به نام فرش که در سال 1390 تازه رونمایی شد. در یک یادداشتی که خود پرویز تناولی می‌نویسه در خصوص توجهش و علاقش به فرش میگه که از همان زمان که پا به دنیای فرش گذاشتم به فکر داشتن سهمی از آن نیز شدم و اقدام به تهیه طرح‌های مناسب برای فرش کردم، اما پس از چندی دریافتم راه سختی را در پیش دارم. اصول محکم و جا افتاده فرش ایران به قدمت چند هزار ساله آن را به صورت هنری ویژه و جدا از دیگر هنرها در آورده است. به همین جهت هم دخل و تصرف‌های نامعقول را نمی‌پذیرد. این داره اشاره می‌کنه به حرکت فرصت طلبانه و تجارت مآبانه بسیاری از آدم‌هایی که در ایران راجع به فرش ایران و بافته‌های عشاری را انجام دادن، که چقدر ضرر زده به هنر در دست این افراد. البته این به این معنا نیست که فرش ایران هنری منجمد و غیر قابل انعطاف است. نگاهی سریع و گذرا به دوره‌های مختلف این هنر به خوبی تحولات زنده و مستدام آن را نشان می‌دهد. اما این تحولات همیشه همگون و هماهنگ با دنیای بهشت گونه فرش بوده است. هر اتفاقی که افتاده در خود دست روستاییان و عشایر، اینها واقعا به صورت بسیار حسی و قابل احترام انجام شده. با توجه به امور فوق دست به کار فرش بافی شدم، اما هیچگاه در صدد آمیختن طرح‌های نقاشان اروپایی و یا چیزی برگرفته از آنها نشدم و اساس هر دسته از فرش‌های خود را چه تصویری، چه شیری و چه گبه بر اساس این فرش‌ها بنا کردم. حالا خواهیم دید که خود پرویز تناولی چگونه عاشق فرش‌های شیری میشه، که این داستان فرش‌های شیری داستان بسیار زیبایی است که خودش شروع می‌کنه به بافتن فرش‌های شیری. یکی دیگه از کتاب‌های پرویز تناولی در این زمینه به نام افشار یا دست بافته‌های ایلات جنوب شرقی ایران که در سال 1389 به چاپ میرسه. افشار را میتوان کتاب جامعی در خصوص افشارها با رویکرد معرفی دست بافته‌های آن دانست که ثمره تلاش و تحقیقی میدانی و کتابخانه است. این افشارها در کرمان هم زندگی میکردن و در این کتاب به موقعیت جغرافیایی، به موقعیت تاریخی و اجتماعی کرمان در نزد عشایر، در نزد قوم افشار پرداخته. کتاب بسیار جامعی است و با تصویرهایی که جا به جا از تمام موقعیت جغرافیایی و تاریخی و همه چیز قوم افشار میده. یکی از زیباترین و مهمترین کتاب‌هایی را که پرویز تناولی در زمینه بافته‌های عشایری داره کتاب گبه یا هنر زیر پاست. این گبه بسیار بسیار اهمیت داره. گبه رو در حقیقت پرویز تناولی اون رو در سال 1974 در 1974 گبه رو به دنیا معرفی میکنه. گبه رو کسی نمیشناخت، تا اون موقع کسی نمیدونست که به این پدیده میگن گبه. در 1974 پرویز تناولی یک مقاله بسیار مفصلی رو در واشنگتن در مجله حالی انتشار میده و در اونجا دنیای غرب رو متوجه یک چنین پدیده‌ای در عشایر ایران میکنه، که بعد از اون باز مقاله های دیگه ای ادامه پیدا میکنه و بعد گبه کم کم با تلاش های پرویز تناولی و کتابی رو که پرویز تناولی چاپ میکنه به جامعه ایران شناسونده میشه، به طوری که انقدر این گبه ارزش پیدا میکنه که البته همین امروز هم
در دنیای غرب با قیمت‌های خیلی خوب فروش میره. البته نمایشگاهی رو که پرویز تناولی از گبه‌ها ترتیب داد متری یک چیزی نزدیک بین 2000 دلار در اون نمایشگاه به فروش رفت اول کار، ولی بعدن کم کم فرصت طلبان و این تاجران فرش اومدن سوء استفاده کردن و یک سری سفارش‌های تحمیلی به این عشایر ایران دادن که سطح کیفیت گبه رو پایین آورد و مدتی قیمت گبه آمد پایین. ولی خوشبختانه امروز دوباره ارزش گبه، مخصوصا از بعد از اینکه کتاب تناولی چاپ شد، ارزش گبه خودش رو نشون داد و امروز در همه دنیا شما در خانه اروپایی ها و در خانواده های ایرانی شما میبینید که گبه جایگاه مخصوص خودش رو پیدا کرده. و پرویز تناولی خیلی راجع به گبه صحبت کرده و در جایی میگه که آن زن عشیره‌ای که در روستای خودش نشسته و گبه رو میبافه رفتاری مثل یک هنرمند نقاش داره. همونطور که هنرمند نقاش از ذهنیات و احساسات و عواطف خودش فی‌البداهه استفاده میکنه برای خلق یک اثر هنری و در حقیقت خارج از یک رهایی داره و خارج از چارچوب ها و قواعد کار میکنه، یک زن عشیره‌ای هم موقعی که گبه رو میبافه درست در همین حالته. یعنی زن عشایری موقعی که گبه رو میبافه در حقیقت حدیث نفس خودش رو میگه، در حقیقت از غمها و شادیها و ناراحتیها و گرفتاریها و از محیط اطراف خودش، از نقوش جغرافی، از به اصطلاح مناظری که درش داره زندگی میکنه، از گوسفنداش، از گاوهاش، از مرغ و خروساش، از خانوادهش، از پسرش، از شوهرش، از همه چیز بهره برداری میکنه برای اینکه ارضای شخصی خودش رو داشته باشه. کتاب دیگری داره به نام طلسم گرافیک سنتی ایران. این داستان رمل و استرولاب و طلسم و این حرفا بحث بسیار مفصلی است و در چیز جریان سقاخانه خیلی خیلی زیاد از این موتیف ها این چند نفر استفاده کردن، مخصوصا حسین زندرودی و تناولی از فرم های طلسم ها و رمل و استرولاب و گرافیک سنتی قدیم ایران که یک کتابی داره که پژوهش 30 ساله پرویز تناولی بوده، 30 سال روی اینا کار کرده، در سال 85 منتشر میکنه، که البته در اینجا میگه در این کتاب ابزار، اسباب ها، شکلک ها و طرح‌های مورد استفاده رمالان و دعانویسان ایرانی به لحاظ گرافیک و استفاده و کاربرد آنها در فرهنگ مردمی بررسی شده. این اسباب و شکلک ها که نویسنده از آنها به عنوان اشیاء طلسمی یاد میکند بخشی از یک فرهنگی از میان رفته است. مجموعه این آثار نه تنها بخش مهمی از هنرهای تصویری ایران به شمار می‌رند، بلکه در پس خود آمال و آرزوهایی را نهفته دارند. نویسنده در پژوهش ارزشمند خود کوشیده است تا به زوایای پرپیچ و خم علومی که تا چندی پیش زنده و مقبول همگان بوده دست پیدا بکنه. کتاب دیگه داره سرمدان، که زنهای قدیم میله‌ای داشته توش ماده سیاهی بوده که میکشیدن و مورد توجه خانمای امروزی که میرن از این چیزای سنتی استفاده میکنن، حال نمیدونیم اون چی بوده اون تو، ولی به هر حال طبیعی بوده هر چی بوده. در سال 1383 سرمدان رو منتشر میکنه که گنجینه بسیار زیبایی است و اشکال بسیار زیبایی این سرمدان ها دارن، مثل قفل ها. همونطور که در قفل ها شما حالا این فیلم ها حتما باید ببینیم که خود پرویز تناولی توضیح میده راجع به این قفل ها، که
اشکال مختلف زندگی روزمرهشون تو این قفله هست، از پرنده گرفته حیوانات مختلف، نمیدونم اشیای مختلف مثل کشکول، مثل ظرف، مثل قوطی، قوری، انواع اقسام رو اینا به شکل قفل در آوردن. دستبافته های دیگری که پرویز تناولی از اونا بهش پرداخته، تاچه و جل، سفره و نمکدان. تاچه یعنی خورجین. خورجین دوستانی که هم سن من هستن میدونن که روی قاطر مینداختن که مثل کیسه هایی بود که توش چیز میذاشتن، وسایل میذاشتن، و موتور سوارای اخیرم حالا هم بعضی وقتا این خورجینا رو ازش استفاده میکنن، میندازن پشتشون توش برای حمله بار. و به چه نقش های زیبایی دارن، واقعا واقعا بهتون بگم که عشایر ایران در فضایی که نفس میکشیدن و زندگی میکردن عجین با هنر بوده. هر حرکتی که میکردن ضمن اینکه کاربرد روزمرگی داشته، فرش بوده روش زندگی میکردن، خورجین بوده ازش استفاده میکردن، جل بوده و یا اسمش الان یادم نیست، که روی قاطر و اسب مینداختن برای زیبایی قاطر و اسب، لباس اسب بوده و لباس قاطر بوده که من خودم یکیشو همچنان دارم و چقدر نقش های زیبایی است. خب آقا این نقش های زیبا به چه علت میاد روی مثلا فرض کنید که یه جل یا یه خورجین، جز این که عاشقانه از محیط اطرافش برداری میکنه و تمام حسش رو مثل یک نقاش، مثل یک هنرمند نقاش میاره و میبافه. آرایش اسب، اسم این جلهایی که مینداختن روی اسب‌ها و قاطرها، اسمش آرایش اسب، جلهای عشایری و روستایی ایران که در سال 1377 چاپ میکنه. و سفره های کامو، یک قومی بودن به نام کامو که سفره هایی داشتن، که این سفره ها رو دو جور سفره بوده، یکی سفره ای بوده که نون توش میبستن برای نگهداری که بعد باز میکردن که غذا بخورن، یه سفره دیگری بوده که روش چونه های به اصطلاح آرد رو که خمیر میکردن که نان بپزن، چونه ها رو اون رو میگذاشتن در کنار تنورشون که دونه دونه اینا رو باشنون میپختن. که اینا چقدر نقش های زیبایی دارن که اسمش رو، کتاب رو گذاشته سفره های کامو که در سال 1376 چاپ میکنه. این سفره ها مثل بافته های عشایر بدون نقشه از پیش تعیین شده بافته میشن و به همین خاطر هیچ دو سفره شبیه هم نیستن، درست مثل یک اثر هنری که یک هنرمند خلق میکنه، این اثرش با موثر چون مثل هم نیست، نمیتونه باشه. شما اگه به یه هنرمند نقاش بگی آقا این اثر رو دوباره تکرار کن، نمیتونه، اگر هم بکنه اون نمیشه. و اینها به دلیل اینکه این فلبداهگی در خلق این اثر هست و این سفره ها هم در حقیقت هیچ کدومشون به هم شباهتی ندارن. به قول پرویز تناولی، چون بافنده گرفتار سلیقه خریدار و فشار سفارش دهنده نبوده، سفره هایی که بافته شدن کاملا برآمده از احساس و قریحه دختران و زنان کابویی است و هر کدام از آنها یک اثر هنری هست. کتاب دیگری داره به نام نان و نمک، در 1370 چاپ میکنه، که در حقیقت ارتباط مستقیمی داشته این بافته با نان و نمک. یکی از این سفره و دیگری نمکدان، یکیشون به اصطلاح سفره و دیگری نمکدان است. شناساندن این قطعات دو انگیزه دارد، یکی معرفی آنها به جهت زیبایی ظاهریشان، که البته این موضوع از دید تیزبین هیچ زیباشناسی پنهان نبوده است. بسیار کسانی در غرب دیدم بی آنکه از چند و چون این قطعات آگاه می باشند شدیداً به آنها دل بستند،
اما علت دوم شناساندن معانی و مفاهیمی است که در ورای این بافته‌های کوچک و به ظاهر ناچیز نهفته است که دانستن آنها خود می‌تواند بر جلوه ظاهریشان دو چندان بیفزاید. این کتاب به یاد سفرهایی است که طی آن بارها بر سر سفره‌های خاکفام مردم پاکدل نشسته و لقمه‌نانی از آن برگرفتند. من سخنانمو در مورد تناولی به پایان میبرم. ممنون.